فصل چهارم. هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان به اتفاق فرمانده پاسداران معبد و پیروان فرقه صدوقی بر سر آنان ریختند. آنان از اینکه شاگردان قوم را تعلیم می‌دادند و به اتکای رستاخیز عیسی رستاخیز مردگان را اعلام می‌کردند سخت ناراحت شده بودند. پس پتروس و یوحنا را گرفتند و چون عصر بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگاه داشتند. اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان به حدود 5000 نفر رسید. روز بعد سران یهود و مشایخ و ملایان در اورشلیم جلسه ای تشکیل دادند. حنا کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. رسولان را احضار کردند و از آنان سوال نمودند با چه قدرت و به چه نامی این کار را کرده اید. پتروس پر از روح القدس جواب داد: ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل، اگر امروز به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک مرد علیل انجام شد از ما بازپرسی می‌کنید و می‌خواهید بدانید که او به چه وسیله شفا یافت، همه شما و همه قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید، آری به نام او امروز در حضور همه شما این مرد قوی و تندرست ایستاده است. این همان سنگی است که شما بنایان آن را خار شمردید و رد کردید، ولی سرانجام سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کس دیگر رستگاری است و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. وقتی آنان جسارت پتروس و یوحنا را مشاهده کردند و پی بردند که افرادی درس نخوانده و معمولی هستند، متعجب شدند و دانستند که از یاران عیسی بودند. وقتی شخص شفایافته را همراه پتروس و یوحنا دیدند، نتوانستند گفتار آنان را تکذیب نمایند. پس به ایشان امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس درباره این موضوع مشغول بحث شدند و گفتند: با این افراد چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم می‌دانند که معجزه‌ای چشمگیر به وسیله ایشان انجام شده است و ما نمی‌توانیم منکران بشویم. اما برای اینکه این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود، با آنها اخطار کنیم که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند. آنگاه آنان را احضار کردند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند. پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند: خودتان قضاوت کنید، در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟ اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. آنان پتروس و یوحنا را پس از تهدید بسیار مرخص کردند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را تنبیه نمایند. از آن رو که همه خدا را برای آنچه صورت گرفته بود حمد می‌گفتند. مردی که این معجزه شفا در مورد او انجام شده بود بیش از 40 سال داشت. به محض اینکه این دو شاگرد از آنجا مرخص شدند، پیش دوستان خود بازگشتند و چیزهایی را که سران کاهنان و مشایخ با آنان گفته بودند بازگو کردند. وقتی آنان با خبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا کردند و گفتند: ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست، تو به وسیله روح القدس از زبان پدر ما داوود بنده خود فرمودی: چرا مردم جهان شورش می‌کنند و قوم‌ها به باطل می‌اندیشند؟ پادشاهان جهان بر می‌خیزند و حکمرانان ایشان اجتماع می‌کنند بر علیه خداوند و بر علیه مسیح او. در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو منصوب فرمودی اجتماع کردند. هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند و همه اعمالی را
که تو با قدرت و اراده خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند. اکنون ای خداوند تهدیدات آنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن آیات و معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام می‌گیرد دراز کن. هنگامی که دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه در آمد و همه از روح القدس پر گشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می‌کردند. همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند و هیچ کس دارایی خود را از آن خود نمی دانست، بلکه همه در اموال یکدیگر شریک بودند. رسولان به رستاخیز عیسی خداوند با قدرتی عظیم شهادت می دادند و خدا برکت فراوانی به آنها عطا می فرمود. هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود، زیرا هر کس زمینی یا خانه‌ای داشت آن را می فروخت، پولش را می آورد و در اختیار رسولان می گذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم می شد. مثلا یوسف که رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدن و از قبیله لاوی و از اهل قبرس بود، زمینی داشت، آن را فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت.